سلام بینندگان عزیز، برنامه هفته است. چرا در کشور باز لیمیت برق جاری شد؟ آیا آن به خارج فروخته می شود؟ در استودیو با شما شهرت رحمت الله. سر از پنجمی دکسال جاری ساعت 23:00 در دهات تاجیکستان، غیر از شهر و مرکز ناحیه ها که بناهای بلند اشانه دارند، باقی در همه منطقه ها انتقال نیروی برق قطع شد. در این باره یک منبع از حکومت جمهوری به آسیا پلوس خبر داده بود. این تصمیم به گفته منبع به سبب آن گرفته شده است که سطح آب انبار نیروگاه برقی آبی نارک نسبت به همین دوره سال گذشته 4 متر کمتر شده است. کارشناسان به این گفته های شرکت برقی تاجیک باور ندارند، چون پیشتر هم در کشور به مدت 2 ماه برق را قطع کرده بودند، اما آن زمان مشکلی را در سبب های تکنیکی گفته بودند، نه کمی آب. مقامات نگفتند که لیمیت برق در کشور تا کی دوام میکند. از برداشته شدن لیمیت برق در کشور حالا 1 ماه هم نگذشته است، یعنی شروع از 10 دکمبر سال روان، پس از 2 ماهی بی‌برقی مردم با برقی دائمی تأمین شدند. اما پیوسته از جانب مقامات کشور گوش زد میشد که برق را صرفه‌کارانه استفاده برند، وگرنه در عکس حال لیمیت را بار دیگر جاری میکنند. امام‌علی رحمان پیشتر گفته بود که اگر برق را صرفه‌کارانه استفاده نکنید، ضرورت جاری کردن لیمیت برق پیش می آید، گرچند ذخیره امروزه آب هم بسنده باشد. رئیس جمهور این هشدارش را باری دیگر در پیام سال نوی خود نیز به مردم گوش زد کرد. هموطنان عزیز ما، نباید فراموش کنند که با سبب افزایش اهالی، منتظم زیاد شدن شماره مؤسسه‌های اجتماعی و کارگاه و کارخانه‌های استیصالی، طلبات به نیروی برق نیز با سرعت می افزاید. بنابراین بار دیگر به کل ساکنان تاجیکستان مراجعت می نمایم، اگر ما خواهیم که فصل زمستان را به عذاب و مشکلی گذرانیم و ضرورت محدود کردن انتقال برق پیش نه آید، باید هر یک آیله، تشکیلات و مؤسسه ها و کارگاه و کارخانه ها صرف نظر از شکل مالکیت با استفاده صرفه‌کارانه و با انصافانه نیروی برق در دوره زمستان اعتبار اولی درجه دهند. این گفته های رحمان در حال صدا می دهد که طول 10 سال اخیر چندین دفعه وعده کرده که لیمیت برق افسانه می شود. حتی چند پیش اعلان کرده بود که لیمیت برق پر را برداشته و به خاطره ها سپرده شد. چیزی که کارشناسان و منتقدان پیوسته بر آن تاکید می کنند این است که برق در کشور از آنچه برای داخل لازم است بیشتر تولید می شود و سبب اصلی جاری شدن لیمیت را در فروش آن به خارج کشور می دانند. محی‌الدین کبیری رهبری پیمان ملی در یک صحبت آنلاینیش در باره لیمیت برق گفت: اگر ما مقایسه کنیم مقدار برقی که تولید میکنند تمام گس های ما و تمام تتسه ها و اون شبکه های دیگر همان در مجموع نزدیک 20% بیشتر از نیازهای داخلی تاجیکستان است و ما میتوانیم حتی با همین شرایط هم برق را پر را تأمین کنیم اهالی را و 20% دیگرش را باز به خارج بفروشیم. اما چرا کمبود برق داریم و حکومت به مردم برق را نمیدهد؟ من اینجا 2 سبب را میبینم. سبب یکم آن که برق به قدر کافی تولید میشود در داخل تاجیکستان، حتی در شرایطی سخت هم. مثلا اگر سال که یکمی کمبارش آمد و سطح آبهای دریاهای ما اگر کمی پایین تر رفتن هم، این به اون حد خشک نمیشوند که دیگر اصلا در آب انبارهای تاجیکستان آب نباشد. با خصوص وقتی که در تابستان آب زیادتی است و اون ذخیره میشود، سطح آب در آب انبارهای نارک، در بایغازی، در قیراقوم، در همه جا بالا میرود. آب را میتوان ذخیره کرد و در فصل زمستان کم کم رها کرد، سرد تا اینکه توربین ها بچرخند و برق تولید شود. اما در هر صورت بگذار یخبندان آمد و سطح آب یک کمی پایان تر رفت، ما اون مقدار آب داریم در آب انبارها که از آن برق تولید کرده بتوانیم. من فکر میکنم که حکومت تاجیکستان حتی در حالت وزنینی که برق تولید کرده ایستادیم اما
اون اگر به خارج فروخته شود به اهالی نمیرسد، اگر به اهالی داده شود شاید که برای فروختن به خارج دیگر کافی نباشد. در این صورت حکومت تاجیکستان بین مردمش و بین حالا کلینت ها یا خریدارهای خارجیش، خارجیان را، خریدارهای خارجی را انتخاب میکند. چرا؟ برای آن که هم ببینید اگر برق رو به تاجیکستان و به مردم هم که بفروشد هم پول را بالاخره میگیرد. شما فکر نکنید که حکومت تاجیکستان برق را به خارجی ها مثلا گرانتر از داخل میفروشد. شاید یک مقدار گرانتر باشد اما به اون حد نیست که مثلا در مقایسه با برق ازبکستان یا ترکمنستان برق ما گرانتر فروخته شود. طبق معلومات آژانسی آمار نظیر رئیس جمهوری تاجیکستان، ماه نوامبر سال 2021 کشور به مبلغ 2.7 میلیون دلار برق را به خارج فروخته است. ماه اکتبر باشد صادرات برق حدود 2 میلیون دلار را تشکیل داده است. این هم در حال است که مسئولین ساحه از زمان شروع لیمیت برق می گفتند صادرات آن به خارج پره قطع گردیده است. در حالی که مقامات افغانستان برای افزایش حجم واردات نیروی برق با مقامات تاجیکستان در حال گفتگوشنید است. شرکت تامین کننده برق افغانستان برشنا گفته که سخن درباره زیاد کردن حجم واردات نیروی برق تاجیکستان به افغانستان می رود که آنها می خواهند آن از 80 میگاوات ساعت به 120 میگاوات ساعت رسانیده شود. خبرگزاری اوستو ضمن نشر این خبر نوشته است که حالا نظر مسئولان شرکت برق تاجیک در این باره دسترس نشده است. سخنگوی شرکت برشنا پیشتر خبر داده بود که انتقال نیروی برق ازبکستان در 13 ولایت افغانستان و همزمان در پایتخت کشور کابل قطع شده است. واحد الله توحیدی سخنگوی این شرکت دلیل نارسایی برق در افغانستان را مشکلات تکنیکی در نیروگاه برقی ازبکستان گفته است. اینچنین رسانه های افغانستانی نوشتند که در حال حاضر افغانستان تقریباً به 1600 مگاوات نیروی برق نیاز دارد که 70% آن را از ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان و ایران وارد میکند. خبری بیشتر کردن صادرات نیروی برق از تاجیکستان به افغانستان در حال صدا می‌دهد که برق تاجیک در تمام منطقه های کشور که بناهای بلند آشیانه ندارند لیمیت را جاری کرده است. گفته می شود مسئولان شرکت برق تاجیک چند دفعه صادرات برق را به دولت های دیگر رد کرده در مراجعت نامه اش ادعا داشتند که عین زمان وضع دشوار است و احتمال دارد که ذخیره های آب تا بهار ناکفایه باشند. از این رو چند مدت ضرور است که انتقال نیروی برق در آن منطقه هایی که بناهای بلند آشیانه ندارند محدود کرده شود. درخواست شرکت افغانستانی برشنا که میخواهد تاجیکستان به آنها برق را از حجم مقرر شده بیشتر صادر کند، یعنی از 80 میگاوات به 120 میگاوات ساعت رساند، همه گفته های مقامات تاجیک را زیر سوال میبرد. همزمان در بیانیه رسمی شرکت برق افغانستان برشنا آمده است که هیئت افغانستان با تاجیکستان گفتگو کرد و تا حل مشکل انتقال برق ازبکستان، تاجیکستان در حجم 100 مگاوات ساعت صادرات برقش را به این کشور می افزاید. یعنی معلوم شد که تا امروز تاجیکستان به افغانستان 80 مگاوات برق می فروخته است. این هم در حال است که چند نفر از ساکنان ناحیه 5 شهری توز و قبادیان به ازدو تیوی خبر دادند که پس از جاری گردیدن لیمیت در دهات نرخ انگشت گران شده است. به قول منبع فروشندگان سببهای بالا رفتن نرخ انگشت را در گران شدن آن در کانها ربط می دهند. یکی از ساکنان ناحیه 5 به شرط برده نشدن نامش به ما گفت پیش از لیمیت 1 کیلو انگشت را با نرخ 1.8 سومانی تا 2 سومانی خریداری می کردیم. پس از لیمیت جاری شدن 1 کیلو انگشت از 2.5 تا 3 سومانی گران شده است. وقتی به فروشندگان مراجعت میکنیم که چرا نرخ گران شد، آنها میگویند در کانها نرخ انگشت را بالا بردند. به گفته این هم صحبت ما، مردم دیگر مجبورند برای گرم کردن خانه هایشان انگشت گران هم باشد آن را بخرند، زیرا زمستان امسال خیلی سرد آمده است و دیگر چاره ندارند. یادآور میشویم که شرکت برق تاجیک رسما از 5 ژانویه سال روان اعلان کرد که انتقال برق از ساعت 23 تا 6 صبح در دهها قطع میشود و سبب آن را مسئولان از کم شدن آب به اندازه 4 متر در سطح آبانبوری نیروگاه برقی آبی نارک رب میدهند.
در شبکه‌های اجتماعی تاجیکستان در این هفته اخیر کارزاری خیلی گسترده از جانب کاربران برای یکی از کهنسال‌ترین زندانی به چشم می‌رسد. قضیه دونایور نبیف موسفید 87 ساله معروف با نام بابای دونا و سابق اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که از جانب مقامات به 5 سال زندان محکوم شده است سر و صداهای فراوانی را به بار آورد. گفته می شود دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی روز 28 دکبر سال 2020 او را برای کمک به پیوندان محبوسان سیاسی بازداشت و محکوم به زندان کردند. به گفته نزدیکان حکم نبیف 87 ساله پشت درهای بسته در دادگاه خوانده شد. محمدی تشایف سابق رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رودکی به ازدو تیوی گفته بود که دونایور نبیف ماه سپتامبر سال 2020 از جانب کمیته دولتی امنیت ملی در منزل زیستش واقع در دهه گلبوته جماعت چیمتپه ناحیه رودکی بازداشت شد و تا زمان اعلان حکمش در سیزای شهر دوشنبه زیر فشارهای شدید روحی نگهداری می شد و آخر ماه دکبر به 5 سال زندان محکوم گردید. تشایف ضمن صحبتش به ازدو تیوی گفته بود که بابای دونا تا منع فعالیت حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان مسئول کمیسیای تفتیشاتی این حزب در ناحیه رودکی بود. بعد منع فعالیت حزب نهضت اسلامی از جانب حکومت تاجیکستان در داخل کشور در سال 2015 این پیرمرد هیچ فعالیتی در حزب نداشت و دنبال زندگی و کارهای شخصی خود بود. در همین حال یک منبع در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی در صحبت بر رادیوی آزادی محکوم شدن این موسفید زیر سن 90 را تصدیق کرده بود. گرچند مقامات سبب بازداشت این شهروند 87 ساله و اتهام علیهش را تا روز 8 ژانویه سال روان رسما چیزی نشر نکرد. ولی در پی رسانه‌ای و محکوم شدن بابای دونا به 5 سال زندان، این خبر در شبکه‌های اجتماعی به سرعت مورد توجه کاربران تاجیک قرار گرفت و چند نگذشته این قضیه در رسانه‌های داخلی و خارجی راه یافت. واقعا این خبر جامعه را تکان داد. شخصیت‌های معروف تاجیک و مدافعان حقوق بشر نیز این قضیه را فاجعه و همچون یک قضیه انسانی عنوان کرده در این مورد اظهار نظر نمودند که روحیه اعتراضی را در تمام شبکه‌های اجتماعی سرشار کرد. پس از سر و صداهای زیاد روز 8 ژانویه سال جاری از طرف مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بیانیه صادر شده که در آن آمده است بابای دونا را 5 سال نه و بلکه به مدت 7 سال محکوم به زندان کردند. 27 آگوست سال 2020 از جانب مقامات وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان شهروند نبیف دونا سال تولدش 1940 زاده این ناحیه فیض‌آباد استقامت کننده دهه گلبوته جماعت دهات چیمتپه ناحیه رودکی برای صادر کردن جنایت‌های وزنین بازداشت گرده بعد انجام تفتیش پرونده جنایتی نسبت او از طرف سودی ناحیه رودکی در اساس ماده 307 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی با مدت 7 سال از آزادی محروم کرده شد. بله، در قضیه بابای دونا واقعا این از یک قضیه یک شخصی و حتی از قضیه یک حزب سیاسی بالاتر رفت. ما قبلا تا حاضر ما اکثر زندانی هایی که یعنی دستگیر شدند، زندان شدند، چون این واکنش را از طرف جامعه شهروندی، از طرف فعالان ندیده بودیم و تا این اندازه رسانه‌ای هم یعنی نشده بود. و از طرف دیگر این سین و سال بابای دونا که واقعا یعنی دیگر پیرمرد شده است، واقعا یک جای خیلی نگرانی بود. و از طرف دیگر هم هیچ کس را از جامعه زنده مردم کشور را نمیتواند به طرف بگذارد و دروغی آشکار مقامات تاجیکستان در اینجا معلوم شد که واقعا یک موسفید 87 ساله چگونه میتواند به این یعنی در درون ناخونک جنایت هایی که گویا مقامات میگویند انجام داده است دست زده باشد. و قبلا هم خیلی که ما میدونیم افراد زیادی را از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر گروه های فعال سیاسی بازداشت میکردند و اونها را پنهانی به یعنی دادگاه آشکار به حضور خبرنگاران و روزنامه نگاران و حتی بدون حضور نزدیکان آنها و
حتی گفته هم نمیشد که اونها وکیل مدافع دارن یا ندارن، با چندین سال زندان میکردن. و قبلا هم ما دیدیم یک چند نفر رو مثل جلال الدین محمودوف و دیگر اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که حتی قبلا زندانی شده بودند، وقتی که از زندان برآمدند دوباره اونها دستگیر و زندانی شدند، بدون آنکه در یگان جا رسمی شود و مقامات به این اعتراف کنند. ولی قضیه بابای دانا دیگر به یک سطح قضیه ملی پیوست. اعتراض رو ما در شبکه های اجتماعی زیاد دیدیم و واقعا حکومت چون این انتظار رو نداشت و در هیچ جا هم قبلا اعتراف نکرده بودن که بابای دانا یعنی بازداشت شده است. بنابراین آنها ترسیدن که این یعنی به یک قضیه ملی تبدیل شود، که البته شد. به همین خاطر دیگر مجبور شدن که یک اظهارات دروغ و یعنی تهمت رو توسط وزارت کارهای داخلی یعنی پیشنهاد کنند، در حالی که این بابای دانا از طرف دادگاه یعنی به حکم شده و زندانی شده است. این واقعا جایی یعنی تعجب و یک جایی نگرانی هست که مثلا چگونه خود دادگاه و مقامات این را اعلان نکردند. و وقتی که بسیار واکنش ها زیاد شد، بعدا وزارت کارهای داخلی مجبور شد که یک اظهارات دروغنی را پخش کند. همچنین در بیانیه آمده است که گویا این پیرمرد 87 ساله در ساختار سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به حیث قاضی فعالیت نموده، ساکنان بیگناه جمهوری را به جزاهای وزنین ترین حتی تا حکم قتل محکوم میکرده است. با وجود آنکه سابق حزب نهضت اسلامی 29 سپتامبر سال 2015 از جانب سودی عالی جمهوری تاجیکستان تشکیلات تروریستی اکستریمیستی اعلان گردیده فعالیتش منع کرده شد، نبیف دانا کردار جنایتکارانه و ضد قانونیش را ادامه داده است. از جمله مبلغ های پولی از طرف خدمات مخصوصی دولت های معین جدا شده را طریق استفاده مسیر انتقال مبلغ ها از کشورهای سیوم قبول نموده، آنها را برای پهنکنی غایه های افراطی، خریداری، نشر و گسترش ادبیات اکستریمیستی، جلب و سفربر نمودن جوانان به صف گروه های جهادی صرف میکرد. مقداری معینی مبلغ‌ها را توسط ناحیه 5 ولایت ختلان جهت دستگیری مالیوی اعضایان قنات جنگی تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی جماعت انصار الله به جمهوری اسلامی افغانستان انتقال داده است. قسمی باقی مانده مبلغ‌ها را برای منفعت‌های شخصی خود استفاده کرده است. البته امروز در این قضیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم اظهارات خود را داده بود و اعلان کرد که هیچگاه در حزب چنین یک نهاد وجود نداشت که قاضی در آن باشد و حکم صادر کند. در هیچ زمانی در حزب قاضی وجود نداشت، نهاد سمتی به نام قاضی وجود نداشت و این اصلا یک دروغ و تهمت بیش نیست. و ما میدونیم که وکده اصلا این قاضی رو بیشتر به اون اساس گرفته است که بابای دانا مسئول بخش تفتیشاتی حزب در ناحیه رودکی بود. یعنی تفتیشات از قاضیگی از زمین تا آسمان فرق دارد. این اصلا متاسفم که در یک نهادی به این مهمی یک شخص پیدا نشده است که بین کمیسیای تفتیشات و قاضی فرق گذاشته تواند و ببیند که در یک حزب سیاسی نهاد تفتیشاتی چی معنی دارد. این تفتیشات به معنای تفتیش های داخلی، تفتیش فعالیت حزبی و اجرایش برنامه های حزبی است، نه همچون قاضی. این من مطمئنم که این را از این بر این اساس گفتند، ولی واقعیت این است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در هیچ زمانی یک نهاد به عنوان قاضی یا سمتی به عنوان قاضی نداشته است. این یک تهمتی آشکار و روی راست است که متاسفانه صورت گرفته است. همچنین اگر شما دیده باشید، باز در اون بیانیه وکده نهضت اسلامی تاجیکستان را همچون بیانگری آغازگری جنگ های داخلی هم معرفی کردند، که این هم یک تهمت دیگر است که همیشه حکومت این را تکرار میکند. و نهضت اسلامی تاجیکستان حتی
کار نمیگوید که هیچ مثلا جنگ رو کیسر کرد، میگوید یک نهادی بین المللی تأسیس شود، بیاید درباره جنگ تاجیکستان تحقیق کند، تحلیل کند و بعد نتیجه بگیرد که واقعا جنگ رو کیسر کرده است و در این جنگ کی چقدر نقش داشته است. این رو به یک نهادی بین المللی میتواند تشخیص دهد، نه حکومت تاجیکستان که امروز بدون یگان دلیل رقیب خود را فقط تهمت میکند. عشق می سوزد مرا، سوزد فیغان هم، سینه می سوزد مرا از ناله جان هم. فصل ها بگذار، فصل آدمیت می رسد بر خط پایان رسم آن هم. از محبت زندگانی خالی می گردد، از ملاحت شیوه گرمی بیان هم. دوربین ها ره به ره پشت تو می گردند، خانه از زیر نظر باشد دهان هم. هم مسلمان بودنت امروز جرم است، هم به دنیا آمدن در این زمان هم. حق مردان را نمی دانم دیگر چیست، پایمال است این زمان حق زنان هم. حرفی آزادی مخوان از کشوری ما، پیر در زندان بود اینجا جوان هم. این مصرع ها را شاعر تاجیک اسفندیار نظر در حاشیه بازداشت دانایار نبیوی 87 ساله در صحیفه فیسبوکیش روزی 5 ژانویه نوشته است. آنهایی که بابای دانه را میشناسند از او یک انسانی شریف، دلسوز و خیرخواه یاد میکنند. خیرخواهی و کمک های او نسبت کم بضاعتان و نیازمندان و زندانیان و خانواده اشان میرسید. بابای دانه در روزهای عید و دیگر مناسبت ها هدیه های به کودکان نادار و خانواده های کم بضاعت تقدیم میکرد. یادآور میشویم که پیشتر از این برای کمک به خانواده های زندانیان سیاسی، پسر زبیدالله رازیق اسرارالدین رازیقوف به 5 سال زندان و 2 نفر دیگر با نام محمدی صاحب نظر و بهریدین قربان به 6 سال زندان محکوم شدند. در پی این حادثه یوسوپوف زینالدین مسئول بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه فرخار را پس از آزاد شدن باز به 1 سال زندان محکوم کردند. یوسوپوف زینالدین را به آن گناهکار دانستند که او از اسرارالدین رازیقوف $200 کمک گرفته است. بله، واقعا بیانیه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را آید بازداشت بابای ملادانه هر انسان وقتی که بخواند تعجب میکند. یکی از پونکت هایی که در اون بیانیه آمده است همین است که بابای ملادانه را با جرمی البته در ناخنک کمک به زندانیا بازداشت کرده اند. راستی من تعجب میکنم، آیا کمک به زندانی ها جرم است؟ مگر کمک جمع کردن برای خانواده زندانیا جرم است؟ نمیدانم که این کشور ما و شما، حکومتداران ما و شما در کدام عصر زندگی میکنند. شما ببینید صدها آیله هست که زندانی سیاسی دارند و بعضی از فرزندان و نزدیکان اونها در روسیه و یا در اروپا زندگی میکنند. اگر اونها به نزدیکان خودشون پول روان نکنند، اونها زندانی ها، خانواده اونها، فرزندان اونها چگونه زندگیشون را پیش میبرند؟ در تاجیکستان که اصلا جای کاری نیست، مردها جای کار ندارن، از کجا برسد به اون زن زندانیه که رفته در یک جا کار کند و ریسک روزی فرزندانش را در بیاورد. این کاری که حکومت جمهوری تاجیکستان کرده است، یعنی که کمک را همچون جنایت میشمارد، این کارشون خودش جنایت است. ببینید من هم 2-3 تا زندانی سیاسی دارم، شما هم دارید، 10 نفر دیگر دارند. اگر این نفرها به خانواده خودشان کمک روان نکنند، پس اونا چگونه زندگی میکنند؟ چگونه زندگیشان را پیش میبرند؟ مگر حکومت به اونها کمک میکند؟ دستگیری میکند؟ البته که نیست، برعکس مال و ملک اکثرشان را هم مصادره کرده است و بیچاره ها جایی ندارند که خوب زندگی کنند. خب باید لااقل بگذارند که همین کمک هایی که از نزدیکان اونها از خارج کشور که بیشتر از روسیه و دیگه جا می آید بگذار به خانواده اونها برسد. و نه این که کسانی که کمک میکنند اونها جنایت کارند، بلکه عمل کرد حکومت که این شخصانی که کمک جمع میکنند اینها را بازداشت میکند، این کار حکومت جنایتی نابخشده نیست.
پایان برنامه هفته است. خبر و گزارش های بیشتر را می توانید در سامانه azda.tv مطالعه کنید. برایتان شنیدنی خبرهای خوش را تمنا می نمایم. خیر تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.